هنگی که با خودم دسته کنید، مرادی که میخواهم بکنید، هنگی هست
هستش که حتما مثلا تو صفر نمیتونه F رو در فرصال اقبال رو تفاوتی گفتم باید که نمیسیم اون مختصات در مختص کورالی این ما هستش خور برای یکی و خود از این رابطه باید شروع کنیم معلقه های تفقار در مختصن سطح در مختصد آر هست همین برای مختصد در مختصد آر هست رو بسته میدیم و ما این میخواد اون در مختصد که تعریف کردیم و یک سطح رو در مختصد کردیم به این شروع در راستای آر و تفقار و فی در واقع صحبت کردیم که بیاد بذارم این کتاب هم این آن هم برای این که هم بود این هم بنابراین که دیدیم که اگر مثلا معلومی در راستای آرش رو بکنیم این کمیت رو میشه که آر نداره مساحتی در راستای آر در آن هست بنابراین میشه FR در راسته بار دیدیم که سن در موقع هستش R2 سینوس فتا دی فتا دی فی بود این دیگه این معلومی در راسته بار هسته در راسته بار در راسته فتا فتش میشه اتفا همیشن زرد آر سینوس فتا دلتا آر دلتا فی دلتا آر فی و آر در باره داره و مثلا این تنزلایی که به در فتا هسته این محلفش از وقتش فی هست آر سینوس فتا دلتا فی هست که هم در درده دلتاخار و نوعاتی مساحت این قرار و افتتا هم که معلفه در این راست هست بعد دیگه هم افتتی هست که در حالت افتتی دلتاخار رو دلتاخار داریم که دلتاخار این هم معلفه در درجه شیخن خواهد شد خب چون دو تا سر در واقع داریم یه سر این جلو یه سر یاد این جلو این اول برای مثال آن این ها در واقع یکی آنش بسن که در جهت آرخن هست این یکی در این سن هست نمای آرخن هستش و اگه روی کل این سر که همین بسی دارید از این را میگیریم سر جلوی و سر همهوی از همین کس میشن چون یکی در راستای آرخن هست یکی در جهت نمای آرخن هست در واقع هستش بنابراین این اتفاقی که گفتی هستش که دست پیدو همونجوری که در وضعیت غیر مکرم مستشیم که دکارتی برای دکارتی انتخاب کرده اینجا همون کار در رو میکنیم پس بنابراین اتفاقی که میفته این هستش که این مقدار مثلا در فاصله آر هست اونجا برای این ها و اون یکی آر بزار دلتا آر میشه که دست پیدو رو بدیم وقت جمله انفرش به جمله انفرمون به صرفت این سطح اولی یا موقع هست میشه فقط جمله که باید مونه مشتق به اول این جمله هست که میشه رونده آر رو در جد آره اف آر آرمو سیموس تتا و دلتا تتا دلتا فی و دلتا آر این دلتا آر از این مشتق به در جمله شده همونطور که دو دکارتی باز پس اگر این سطح جلو و اول رو در موقع در نظر بگیریم این هنگین را این جمعهش فقط باقی میگونه و در این دومی رون به روند تکای این جمعه از تکا آر سیمس تکا هست دلتای تکا فکر کرد یه دلتای آر دلتای سی هم خواهیم داشت و برای فیش هم این سطح فیه اینجا و اینجا در واقع هستش که باز فیه هاشون خلافه جمعه هستی که
اونها یک کشور پسندی کسی بشه فقط جمله روندرونتی این جمله FFT آن مهمه که دلتا پی داره دلتا پی هست که اینجا هست و دلتا آن این دلتا پی از اینجا این دلتا پی از اینجا دلتا پی هم از این مشتقه از اوله هست که همون کار هستش که شما توی باز این بخش بکارتی هم نمی کنید اینجا یه قرده شکلش یه کمی یه سخته های بیشتری در بوده هم نسبت به بازی خب بنابراین انفیدرال دسته دهداد بی آن همه رو باید که جمعه دادن یک مجموعی این باره رو باید این جمع کلتی در واقع هم انفیدرال دسته F نقطه N بی A هست جمع این باره رو باید به نقطه این به نقطه این آج و چون یک تصمی برمی هم داره بنابراین یک دست برمی دیدم توی مختصف بورد که از نفرش بود آر دو سینی به تتا بی تتا بی ها بی سی این بود باید از این حد بگیریم وقتی پنج به سمت سر بریم رو بوده یعنی این رو در مجموع این رو در یک دست برای آر دو سینی به تتا به تتا دلتا آر دلتا بی باید زرد بگیریم حالا اگر این رو بکنیم دلتا پی اینا با این هست میشه جمع اینا رفت داره این میشه هست میشه و خب این جمعه که تفا داره اینجا مشتق داره نسبت به آر پس میتونه بیاد بیرون اینجا این آر میتونه بیاد بیرون و اینجا هم این آر میتونه بیاد بیرون و این سرکه بشه و وقت ما میبینید که دیورژانس اف رو که این همین دیورژانس اف هست رو به شما خواهد داد که یک روی آر دو اینجا داریم میشه یک روی آر دو سینوس تتا این رو که هست رو با این هست میشه میشه این سینوس تتا که با این سینوس تتا هست میشه رومه از بر خواهد شد یک روی آر دو روم به روم آره اف آر آر دو اضافه نظر در اینجا بشه آر این میتونه بیاد شروع با یک آر این هست میشون که یک قسم آر سی میشه دتا اینجا آر سی میشه دتا و این یک آر هست میشون که بایی در اینجا دتا اف تتا سی میشه دتا به اضافه جمعه آخر که با این آر میتونه بیاد شروع با یک آر این هست بشه میشه یک قسم داره آف زد داره سینوس تتا روند روند فیه افه فی این خواهد شد برای این دیورژانس این در واقع دیورژانس تتا دیورژانس تتا موقعی که کنونی همین شکلی رو در واقع خواهد داشت ببینید شکل پیچیده ای هست نسبت به شکلی که توی مختصات دکارتی در رو داشته همیشه دکارتی در واقع شکل ساده است اما همین شکل ساده خب بهی از زمان هم به درد نمیخوره چون با در واقع سکیل خوردی در مثلا کار دارید بنابراین استفاده از اون کار رو خراب روابط خیلی ساده این شکل رو آدم این مرده بهش برگرد و ازش استفاده های زیادی در بود وقتی که اصطلاع اومد این تعاون ها یا شکل های نگرسی فرقی در واقع داشتیم اومد یا تعاون های فرقی مثلا به یه شکل وارد شده بود اومد ببینیم که قضیه دیورژانس که اون قانون گوس هم در موقع دقرار داره به شدید استفاده که از این رابطه استفاده کنید به جایی که مثلا هم مقصد دکارتی هستند این مقصد مثلا مستوانی هم به همین شکل دانده کنیم اونجا حال شوهایی داریم و فی داریم و
مثلا زد بده. اونجا مثلا میشه که گفتم یه مختصات بده تو مختصات به یک حجم محدود اون مختصات انتخاب میکنیم و معلقه ها رو میشه میدونیشه و ساده میکنیم تو مختصات استوانه هم میتونیم توی آجاز رو میتونیم کنیم هست. یکی از قضایه مهم در واقع اینجا داریم ما به وفور یعنی خواهید بیدید هی یک کرد از یه استفاده خواهید هم از یه دیورژانس در واقع از یه دیورژانس که باگرمی بسیار قبولی مهم هستش در الکترونزمتی و این درمیه که از دیگران بسته یا به هشت اول بگیسم از دیگران دیورژانس یکی روی تجم مشخص به شرایط تکینکی و این هم در واقع نداشته باشه مشکل بی‌نهایت ما این دیورژانس در واقع نداشته باشه این مساوی هستش که از دیگران بسته حدی که این حجم رو در واقع در بر گرفته F نقطه K یه F F نقطه یه L برداره این تقصیل دیورژانس در واقع هست و قضیه بسیار مهمه که روی حجم که داشته باشیم توسط این سطح S در بر گرفته شده باشه شما میتونید دیورژانس رو در حجم این حجم در عنصر های مختلف که داخل این حجم هستش دیورژانس در نقطه به نقطه به حساب بکنید ضرب ببینید که رمان حجم بکنید جمع بزنید روی کل این حجم که اینجا در واقع هست این مساوی هستش بینید این حس رو روی مقابل سطح این در نظر بگیرید هر قسمت از سطح یک اینی داره که سطح بیرون هست مساحت این عنصر که در جهت L باقی خود F رو در این نقطه ضرب نقطه بکنید و جمع کنید روی کل سطح در این دیورژانس در واقع قرار میگیرید این قضیه خیلی ساده با توجه بکنید تعریف هندسی که از دیورژانس در واقع داشتیم به دست میاد سادهش از اینجا در این موقع هستش که شما ببینید روی این سطح بسته که در وسط چشم هست گفتیم جلبت گرفته میتونیم بگید که از دیگرال بسته F مخت MPA که روی S بود این S بود اگر این حجم رو به عنصرهای کوچیک تقسیم بکنید این رو میتونیم بگید که مساوی هستش با جمع روی R اندگرال روی به صلاح سطوح بسته نقطه دیه این اسپای ها این رو اگر این عنصر دیدی سطحش رو که داریم در نظر بگیرید با قصد آی نشون بدید این عنصر آیون رو سطحی که در نظر گرفته با در واقع قصد آی نشون بدید اگر این عنصر رو تک به تک آنید که جمع بزنید این که عنصر های مجاور چون ایناشون در خلاف همدیگه هستش همدیگه رو خونسا میکنن نقل همون سطح بیرونی در نهایت به دست میاد بنابراین مثلا این سطح که اینجا هسته خیلی شناسی در نظر بگیرید این سطح مشترک با این سطح مجاور یکیش این اون سطح این این یکی به این سطح سطحش هم مساویه بنابراین نام وقتی جمع میزنید همانا همدیگه رو حذف میکنن یا اینکه این عنصر پایینی به همین ترتیب پس مشترک داره این داخلیه ها در واقع جمع بزنه میشن حل میشن فقط این بیرونی ها باقی میمونن که بیرونی ها چون بیرون از اون دیگه عنصر دیگه میتونن داره که باقی میمونه فرمانه این نقطه اون دیده مساوی با این خواهد شد مساوی با این عبارت که برای این عنصر برمانه خب اگر از همین استفاده بکنیم از این رابطه که من گفتم استفاده بکنیم و میتونیم
و اون هم به این شکل هستش که یا من این کنترل رو در نظر گرفتم یا این حس رو یا این عکس رو که در نظر گرفتم یا این هر به سمت سر نمی بدم وقتی این رو به سمت سر نمی بدم من رو بکنم این رو بکنم حد مجموع آن که یک تقسیم برای یه آن بکنم بسته F نقطه N دیده روی این سمت S آن اینطوری رو میسن یک یا دلتوکی آی رو میسن اینجا دلتوکی آی رو میسن دلتوکی آی رو میسن تو سیف می کنیم ببینید یه دلتوکی آی تقسیم کردن یکی زرد کردن این رو و یه خودشون نمیشن حالا این دلتوکی آی رو میسن که سیف در حالا رو می بدن این جمله که داخل این مثلا پرانسه نمیشن همون دیورژانسی هستش که چند دسته پیش تعریف اندستی دیورژانس در واقع یک تحصیل قدمی انتگرال بسته افتاد میده وقتی که وی به سمت سر نمیده اون تعریف اندستی دیورژانس در واقع هست بنابراین این رو میتونم بنویسم حد مجموع آر این پس دیورژانس اف نفتر دلتا بی آر که این دلتوکی آی رو باید مثلا که صفر نمیدن خب این نه تبدیل به انتگرال در باید اونجا رو میشه رویسم انتگرال روی بی اف دیورژانس اف دیه بی بنابراین این هم رابطه هستش که اینجا در واقع داریم از اون سمت راست شروع کردیم با این رابطه نوشیم بعد یه دلتوکی ضرب تقسیم کردیم به اتفاقی رو بسیم به سر بزنیم که اونطورا رو کچی کچی گرفتیم و بعدش از اون به سر آن حریف دیرژانس استفاده کرد شما بگیم کردیم اون رابطه این گفتیم رسیدیم بنابراین این قضیه از این مهمی هستش که کاربردهای بسیار زیادی در الکترونیک مکانیک و در ریاضی داره یک کاربرد خیلی ساده اینا رو البته فکر کنم توی ریاضی یک به دوتون در مورد اینو دیده باشید و توی الکترومغناطیسم همونطوری که گفتم استفاده های زیادی رو ازش باید کرد به همین خاطر که یادآوریش لازم هستش به انجام بشه یک مثالی از کاربرد این من به خود بزنم این مثال خیلی ساده شاید باشه اینه که مثلا شما فرض کنید دو دو کره داشته باشید دو دو کره که این دو دو کره یکسان باشه تو آقای اردوان آن باشه و اینه یه فرض مشترکی در اینجا داشته باشه من باشه این کره ها روی سطح هم یکی در واقع باشه خب اگر بخواهیم حالا تو دکتوره هم ما به اضافه بکنم حالا برس کنیم که مصادی در واقع هم فرض کنیم که من بخوام حجم مشکره که بیدیم دکتور حساب بکنم اگر من حجم مشکره که اینا رو حساب بکنم خب یعنی انتگرال دیوی رو روی این حجم حساب بکنه میشه حجم این مشترک اینجا اسم این انتگرال دی و یا انتگرال دی خواهد شد انتگرال روی این حجم یه دی یا یه دی اینه دیگه این رو حساب بکنم انتگرال میگه این عنصرهای رو جمع بزنم و حساب بکنم خب اینجا ببینید اگر بخوام از قضیه دیورژانس استفاده کنم این دی ال دی یا دی بزرگ و دی بزرگ با اینجا نوشتن اینو دارم اما اینو ندارم برای اینکه در نقطه یه چیزی بسازم که اونجا هم در واقع از قضیه دیورژانس بخوام استفاده کنم اینجا چیزی در واقع مسئله در واقع هست اون اینکه شما یک بردار این رو به دست بیادید که دیورژانسش مثلا بشه عدد
این رو به وضوح شما فردا شاید دیده باشید که بردار آن، بردار آن، بردار مکان این یعنی از ایس آی دیگریت بردار آن دیورجانسش چه هم سه بنابراین تو تنر هستش بنابراین من میتونم اف رو بگیدم بردار آن که دیورجانس آن هم میدونم سه هست اون وقت اینجا به جمعیدی بنویسم یک سوم دیورجانس آن بنویسم دی اف بی تو این سه رو این سه رو یه جوری یک بردار رو تعریف کرده باشم که بتونم از قضیه به صدا دیورجانس استفاده بکنم حالا این مسئله به این منجر میشه که بیام بنویسم یک سوم از یک دیورجانس دوران میگه که این هست انتگرال x دار n ای ای یعنی روی سطوحی که این دوتو کپی که در واقع این حجم در واقع در بر گرفته بنابراین میتونم روی سطح انتگرال a نقطه n ای ای روی اون سطح دو تا سطح داره یکی این سطح مثلا s1 هست یکی این سطح s2 در واقع هست که این حجم رو در واقع در بر گرفته اگر یه ترسیم مختصاتی من در اینجا میخوام کنم که زد بگیرم و در مثلا اینجا میخوام کنم بردار آر هم حدیده که این هست رو این سد رو این یکی سد بردار آر هم این خواهد شد آر هم نقاط مختلف این سد رو هم در بر بگیرم که بردار آر آر رو روی سد اون داره من تکرار روی سد پس این دوتا این سطح بسته اینجا هستش رو میکنم تبدیل به دو تا سطح میکنم یکی انتگرال روی S1 که بر روی S2 که این رو روی S2 رو من با R نشون بزن روی S1 رو بزنیم برای این تفاوت باشه با R3 مثلا نشونش بده بنابراین روی S1 مثلا باید بزنیم R3 نقطه انترین یه انترین در واقع در راستای عمود و این سطح در راست به سمت بیرون این هم اینجا هست در همین راستای آر در واقع هست چون یعنی عمود و سطح در واقع هست بنابراین یه جمله این رو دارم یه جمله هم اس دو رو دارم که هست آر نقطه ان بی ای بعد این رو حساب بکنم این رو میتونم برسیم یک سوم حالا این آرپریم رو اگر نگاه بکنیم میتونیم به این شکل بنویسیم بشیم این آرپریمه هستش این بردا به اضافه این بردا پس این آرپریم پس این بردا که مقدار این بردا شوهای این کره است بنابراین من میتونم آن به اضافه این بردار من اسمش رو بذارم بردار اتا بذارم اسمش رو یه بردار اتایی در واقع هست که سلامت این رو میکنم برسیدی که آن به این برسید آن به اضافه این که آن میدونید که در راستای چی هست در راستای زده بردار این رو میکنم برسید اندازه آن در بردار یکی که به اضافه این اتایی هست حالا اگر اون جای گذی بکنم میتونم بفرستم از تکرار S1 دوره آرپریم یه دوره آر که دارم از نقطه انترین دی ای یه جمعه ایتها دارم در انترین دی ای این هم رسط S1 مزدور به این جمعه اول دارم که دوره آرپریم این رو گذاشتم اون جمعه تو اونجا هستش گذاشتم به اضافه جمله بعدی که S2 هست A نقطه دی ای خب حالا این توجه در موقع بکنید با توجه این دو دو کره کاملا مشابه در واقع هست این A نقطه دی ای رینسن درست برابر با اتا نقطه انجین انجین در این راستا بود دیگه رینسن خواهد شد هر که با
تنکین میده. بنابراین جمله دوم و سوم تقریبا مقدار یکسانی دارن. یکی از اینا رو میتونم بنویسم. بنویسم دو برابر. واضحه دیگه. خیلی روشنه چیزی که دارم میگم. این اعتبار رو نگاه کنید که اینجوری هم در همون راست راحت سمتش چون که انتگرال میگیرم روی کل اون کفه در اون سمتیه این سمتیه این سمتیه کاملا با این سمت راسته در اونجا یکیه آر هست این و روی تمام این سمت داره جمع زده میشه و برای این جمله و این جمله کاملا با همدیگه مشابه هستن. این رو برای این بنویسم مثلا یک سوم انتگرال اولی که روی سطح کس یک در رو بخش آر که نقطه امپریم درسته؟ آر که نقطه امپریم بی ای به اضافه دو برابر انتگرال مثلا این آر روی سطح S1 یا S2 A نقطه N یه N به جای این هم جمعه دومی رو نمیشم که روی S2 در واقع هست S2 این سمت راستی در واقع بود. خب A نقطه N D A برای سمت راستی به روشنی هایی بگیم گردار بار اولا در راستای همون N هست یادش که بکنیم میشه همون آم آم رو زد داریم این مساحت عنصر مساحت رو این کره بگیرم عنصر مساحت رو این کره قبلا یاد گرفتید که از آر دو زد داریم سینوس تتا دیتتا دیتی عنصر مساحت رو کره این دیگه بنابراین شما میتونید حالا از این استفاده رو کنید که بنویسید اون جمله دوم رو اگر من هم بدا نیستم جمله دوم اینجا این رو بدا نیستم از انتگرال آن داد این که میشم این آن دی ای هم هسته در واقع آن دو سیمسه تا بیسه تا بیفی اون جمعه دوم از این را بیرون برای بیرون از این را این جمعه دوم دوشن بذارم که دوش پرامش نشه برای این را بسید از این را باید به اتفاق فی گرفته بشه فی برای که تمامون سر پوشیده بشه باید روشن فی بین سه تا دو پی هست تمامون سر را بکشونه تتا از چند تا جمع میشه اونم؟ بله روی هدونه روی این آن روی مسافت S2 دارم دیگر رو گرفته میشه روی S2 هست حالا روی S2 فی شده را میگه ببینید اینجا به نوع کنم یه بار دیگه رو نشون بدم این کپ دارم این زاویه رو این زد هست برای که تمام این سطح پوشیده بشه پیش چیه؟ مسائل ها بعد تمام سطح رو جمع بزنید میگیره پیش تمام فی رو در بر میگیره اما تکاشه که از کجا تا کجا پرداشت میکنه؟ بی سه بود دیگه چون این آر هست این آر هست از اینجا تا به اینجا این آر هست از اینجا تا به اینجا آر هست میشه بی سه بود بنابراین این زاویه بی سه بود تکار فیش هم از صفت دو پی برای که تمام این سطح رو بکنه با انتگرال میبینه کنه به سطح اس دو بنابراین این انتگرال گیری این تحقیل در نمیده اولا این آر که ثابته حالی که نگاه کنید این آن هم شعای کله است بنابراین میتونه بیاد بیرون چه آسه سینوس تتا بی تتا داریم و یکم بیتی داریم پیش از
طبق دوپی که دوپیوش ما میده میشه چهار پی آر سه سینوس دفرانسیل هم میشه میده نکوسینوس دفع از سه تا پی سوم میشه چهار د دوم Thank you.
انتگرالی که دارن میگن این میشه و اینو دارن از سوی خاطر استفاده رو هم حل میشه درست میشه میگه خب این استفاده که داره چه برای میخواد سه کنفان به تمام دو میشه سه چهارون یه دو هم که داره میشه سه هشتون یه آرزن اینجا طرف داریم یه دو پی هم اینجا داریم بنابراین میشه سه چهارون دل بخواه، اردار هست. معلفه این کرم رو
در این جهت تلقاهات مؤلفه، یعنی این رو بیر داد بکنیم در اون راستا، داد بکنم در راستای مثلا آخر، آخر اون جهت تلقای من هست. مؤلفه تلقاهات در جهت آخر تعریف میشه به این صورت که هست هم که اسم مثلا صفر یک اسم از مقرار بسته F نقطه N. ببینید اگر یک سطحی داشته باشید به سطح S به ترسان مردنی C در بر گرفته شده باشه با یه جهده مثلا به ارتفاع که تیل میکنیم بی ار و بی بر جهنش مشخص کنم مثلا از اینجا تیل بشه یا کل انتگرال که این منتنی سی انتگرال گرفته بشه تقسیم بره سطح این اسه بشه وقتی که اسه بسه تو سطح میلو کنه این مساوی هستش کنه کش ار در راستان ای البته امون من این سطح هست اونطور دیگه این اسه بسه تو سطح داریم یه جهتی در واقع داره که جهتش هم با توجه به این راستای سی که من کشیدم که راستگر در واقع هسته جهتش به سمت ای رو در این راستا انتخابش بکنیم. مؤلفه کرونه ای در راستای ای که در این نقطه خاص اسم بسند سفرنجی در این نقطه خاص مؤلفهش رو حساب بکنیم در این راستا این مساوی هست که تو از انتگرال یک اسم این سر و این سر به سمت صفر می‌کنیم که شده بپوشیم بیایم اینو جمع بزنیم به این منحنی که این اسم رو در واقع بر گرفته و این به ترتیب رو نشون می‌دهد. این دو تا کاملا با همدیگه معادل هستن، هیچ فرق با همدیگه ندارن. این رو میشه به وضوح در واقع نشون داد که چرا این اتفاق میفته. من میکنم از همین عنصری که اینجا هسته شروع بکنم و دوباره هم کاری که با دیورجانس کردم نشون بدم که قضیه دیورجانس کردم درست هستش بینم یه جوری شبیه همون این کار انجام بدم و دست به دست بیارم این دوتا در واقع کاملا با هم دیگه معادل هستن. نگاه بکنید موازات همین قرار گرفته یه حجم را تشکیل میده. این حجم
صفر در واقع نمیده، یعنی یه عنصر در واقع. این جا به جایی رو فرض کنید که طول این جا به جایی رو یه عدد که مقداری قرار بده، فرض بکنید این جا ها همون شبیه همون اتا مثلا مثلا یه مقدار اجمالی در واقع این جا به جا بکنید در راستای ای که حجم رو در واقع تشکیل بده، هم مثلا این تنسش که این بستر تشکیل شد این نقطه که رو گفته به این صورت این پنج رو کام حساب کنم. خب اگر بیان این چون یک بردار واحد ثابت و مشخصی در واقع هست که همون در سطح تسته داریم میتونم ببرم داخل اون انتگرال و از این استفاده بکنم که بنویسم این رو به این شکلی که بنویسم خط یک تقسیم بر وی انتگرال بسته بنویسم اف نقطه این نقطه این زرداره اف من جلسه سب گفتم که این حجم در واقع متوازی سوتوی هستش که از این و این اف تشکیل شده اگر اف رو یه بردار بگیریم و این هم گفتم که یک رابطه یک معادله در واقع نوشتم که این مساوی هستش با اف نقطه ای ضرب نه این سی ای درسته؟ اف نقطه ای ضرب نه این خواهد شد و این حجم هم به سمت سمت میده. خب این اف که سمت میده خودش این و این رو نگاه کنیم که برای داره برای چی میرسن؟ برای این سطحه از رو میرسن سطحی که توسط حالا تست چوزن اسکریم توسط در واقع این تنش این اسکریمه در واقع تنش وی رو در واقع در برای میرسن یعنی سطح بالایی و پایینی و این سطح جانبی در واقع هست دیگه دارم انتگرال رو این حساب میکنم دیگه که به تعریف که به دیورجنس داشتم سطحی که اینجا هسته این وی رو در بر گرفته من این هم این کلی در واقع تشکیل میشه و همین بالای هم سطح همینجا من همین سطح جانبی دارم اما این توجه بکنید این ای و این برای سطح قاعده های استوانه حالا تجربه موبایل های سطح مخته کاملا دل بخواب این چی هستش؟ همراستا هست ببینید این این بدای این پایدنیمه برای این پایدن این هم این هم در همون راست هست حاصل زد موقعی برای اون سطح بالا و پایین چی میشه؟ صرف هست فقط سطح جانبی رو بگیم سطح جانبی هم بگیم من بخوام اینطوری بکشم مثلا اینجا اینش به سمت بیرونه مثلا این رو به سمت بیرون انتخاب کنم اینش هم در همین راست هست درسته؟ بردار ای برای سطح جانبی این سمت بیمو از ای در راستای سطح در واقع قرار گرفته عنصر دیگه ای که تو دیگه من انتخاب کردم بنابراین اگه نگاه کنید ای و این عمود بر هم دیگه اصلا هستن طبق چیزی که من گرفته بنابراین حاصل ضرب داخل اینها سینوسش میشه یک جهت اندازه اینها که یک واحد در واقع فقط دیده ای باقی میمونه دیده یعنی این عنصر سطحی که من اینجا برای این سطح جانبی گرفتم طول این عنصر از اتا بنابراین این رو جاش رو میگیم اتا ضرب به چی؟ این طولی که اینجا هست این دیگه در واقع هست چون این حاصل زن برداری یه برداره و ایه زن در این ببینید در راسته همین دیگه میفته ای زن در این در راسته همین دیگه در واقع هست طول این منحنیه ای که اینه این هم نمود برشه حاصل زن برداری این حاصل از این راسته دیگه بنابراین این رو میتونم بنویسم این مساحته از این طول در این طول به دیگه جهت این بردار هم که در راستای دیگه در واقع هست بنابراین این هست دهتا دیگه و یکی هست یه حجم این
مثلا استوانه و نفته جلو خواهد پس سطح این تست ضرب طول اتاق یه استوانه قابل که داشته باشه با نفته جلو خواهد چون مساحتش ضرب داره ارتفاعش دیگه بنابراین این رو هم همین رو بنویسم تست ضرب اتاق خب این اتاق اینجا به این اتاق این حد میشه و به دست میاد مساحت با حدی یک قسم از میلیون بسته به F نقطه دیگه وقتی S به سمت صفر میره کنم چون B به سمت صفر قرار میده میکرد بنابراین میبینید که من از این رابطه بالایی شروع کردم و یه نقطه اینو ضرب کردم بعد ساده کردم این رو به این رسیده به این رابطه پایین برسیدم که شد یه اتون F دات B پس ببینید این دوتا رابطه که من نوشتم کاملا معمولی مقادم هستم اهل من دیگه ندارم مقدمه که از کجا من علیه باز بده رو خب میتونیم بگیم یک سطح رو میتونه ممکن سطح خب بکنیم و بعد دستگاه رو روی دورفادور این دورفول سطح جمع بزنیم و این معلقه رو در اون حساب بکنیم که چی هسته یعنی خودش رو گرفتن خود بورده رو اما این معلقه رو دست بیاریم یه پنج رو در اون تر نظر از این هر دو این ها میشه استفاده کرد برای به دست بردن این کرده که هر دو خرید بیزنسی در آنها هستن هم کاری که باید برای دیورژانس انجام داریم به دیورژانس اتو اومدیم استفاده کردیم برای یک سطح اینجا بسیدیم مطابق جانیم مثلا افتاد این دیگه داره اینجا این زن برداری درکر شده در یک سطح مثلا مکمل ساتیک مختصر دکاری یا بقیه اینجا میتونیم همین کارها رو دوباره به تکرار بکنیم و بر حسب مختصات معلف های مختلف در واقع این کرم رو بس بدیم کار دیگه کار تنگیری در واقع برای دیورژانس انجام بدیم تا مختصات دکاری دکاری کنیم برای گرادیان هم نیگوره گفتم این رو میتونید خودتون انجام بدید ببینید که میشه اون که مثلا F Z به اون که با نمهای اون که F با به اون که Z در جهت R و بقیه دوران مشابه بگیم به جای X و Y رو X و Y Z رو جا به جا در بکنیم مرحبه که اون که شما رو بست کرد مختصف کنده درمی میشه به خورده عملیات طولانی هست که من سر نظر بکنم که بخوام این را هم توی مختصفات دکارتی میتونیم که هم موکر و سبیله رو بگیریم این در مورداری که بکنیم رو توی مختصفش و یعنی تقریبایی که داره با ترمشو به این به دو تا راسته مختلف مثلا برای سهلی که دو هم هسته حساب بکنیم همین رابطه که خوبی به دست کنیم باید مختصد کورتی میشه تو استوانه نزده میشه البته این رو جوابه داره که دامده شو معمولا جوابه بازم استفاده کنیم کرد یه قضیه مهمی همین وجود داره که این قضیه مهم به اسم قضیه استوکس در واقع فرمود هست که در طول دوره الکترومغناطیس که داریم با هم دیگه دو سه دفعه بیشتر استفاده نمیشه کمتر در واقع استفاده میشه قضیه استوکس بنابراین از اهمیت کمتری نسبت به قضیه دیورژانس برخوردار هست این قضیه جلو میگه که انتگرال توی سطح S کرو L دات بی A این مساوی هستش با انتگرال بسته ای 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 ای
نیستی الان باستای خمسش ایسی را Yeah.
چون جا به جا بشه دیگه این مثل کنار این تندی اسپان مسواقی این سرطن پینش که یعنی پی ای آر شد درمانه فضیه سوس رو اینه که اینجا مانده باشیم بیدیم نشون بدیم که این استفاده بشه ما تاریخ این رو بدیم در واقع دو تا قضیه مهم در رو بدیم چند تا قضیه دیگر هست که قرآن رو میتونیم ثابت کنیم یه چی هست که خیلی مهمه در دو تا قضیه گریم در رو بداره که بسیار مهمه قضیه اول گریم و قضیه مهم گریم خیلی مهمه هست که مشابه با همون قضیه دیگران خیلی استفاده ازش میشه و یه سری مفاجلات در صورت برداری داریم ما در صورت این فعالیتی که درشته میتونیم اینا رو نشون بدیم و بعد جدول میتونیم برای جشون استفاده رو زیاد ازش میکنیم که الان اینا رو من به ترتیب قضاره مهم رو اینجا میمیرسم و شما هم به تدریج اینها رو ذهنتون میگذارید چون که این مزایا این روابط معادلات خیلی مهم در واقع هستن و به وجود خیلی بهتون ناقص باز استفاده خواهد شد ببینید یک تعریفی جذبه داره اینه که دیورجانس گرادیان یک تابعی مثل پی گرادیان پی کوچک مردار دیورجانسش رو بدونیم این رو بهش میگیم لاپلاسی پی توی مختصر مختلف دکارتی کورندی و لاپلاسی رو میشه حساب کرد اگر تو گرادیان پی رو دیدید که هستش در واقع روند پی به روند ایکس آی و الاخر روند پی به روند وای که به روند پی به روند زد کار دیورجنس که میگیریم یعنی که مشتق به این معادل آی رو نسبت به ایکس بگیریم میشه مشتق دو بر پی نسبت به ایکس الاخر بنابراین این چیز پی به نظر به مختصات دکارتی میشه روند روند پی به روند ایکس رو روندوی پی به روند وای رو و روندوی پی به روند زد دو این ناپرسی داره در تمام عمرمون این یک سال آینده این معادله تافراس رو باید مثلا حلش بکنیم و تمام الکترودرماتیسم یه جوری این معادله تافراس برمیگرده و دارش این باید بدونیم که تافراس در واقع دیورجنس گرادیان در واقع این رو دیگه باید اکبر در واقع بشه و جوابهای این خانم بود که جوابهای معادله پتانسیل الکتریکی در واقع هست پتانسیل الکتریکی باید بسیار کار داریم که از روش بخواد میزان الکتریکی رو بهتر رو تعیین کنیم پس ما مدل لاپلاس رو باید جوابها رو پیدا بکنیم که حالا خواهیم دید توی مواقع خاص که تقاویمهای در واقع داشته باشیم جوابش مثلا تقاوی لوژان رو کار با تقاوی لوژان سر کار پیدا باشیم بیشتر با تقاوی لوژان سر کار خواهیم داشت یه نواقعی با تاوبه دسته و خیلی که حالا اینا رو به تدریش به کرس الکترومیز میدیم پس این معادل ناپلاس اینجا هستش که بخون دیده جون هستش به راستی بسیار مهم بعد از این مهم رو من رو یاد داشت کردم که براتون بنویسم کرده این چیزه که خیلی نواقع باش برخور بکنید این هست کرده گرادیان پی زده دیورجانس کرده اف چنده؟ زده این دوتا توی معادلات اون بگیسیم من دیگرالایی که بگیسیم من دیگرالایی که یه دفعه یه چیز به ظاهر میشه
دیورژن فکر صفر کرم گرادیانت هم در واقع صفر هست و کرم ال این هم تعریف میشه همون به دیورژانس این که برداره تعریف میشه کرم ال هم تعریف میشه که هست وقتی که این ساله در واقع میکنیم که گرادیانت دیورژانس F گرادیان ازش بگیریم منهای لاپلاسی F لاپلاسی F یعنی اینکه شما F و مؤلفات رو که در واقع می‌نویسید Fx به وای Fz لاپلاسی از مؤلفه اول لاپلاسی از مؤلفه اون برداره دیگه این یک بردار هست مؤلفه آیوم این رابطه هست لاپلاسی مثلا Fx مؤلفه جیومش هست لاپلاسی Fy و مؤلفه زدش هست لاپلاسی Fz این رابطه هم توی خیلی از موارد ازش استفاده کنید این هم چیزه مهم خیلی از این معادلات کنید اون زیاد کنید منطقه اون چیزه که این چیز به خیلی چون من هست خیلی ازش استفاده میشه من برام اینجا یاد داشت میکنم که شما میتونید جدوه برای خودتون داشته باشید این جدوه رو همیشه یک ماشین سامتون بذارید این همچین چیزهایی که را از این میدید در
واقع نگاه بکنید اگر این جملات دیگر هم وجود داشت، یعنی که نوم جلال نبوهای که نسبت به ایکس، ایکس نبود، به این چیز دیگه بود که مشتقش وجود داشت. چند جمله اینجا ظاهر میشد؟ نوم به جمله ظاهر میشد. حالا سه جمله بیشتر ظاهر نشده. نوم به جمله شما رو یاد یک ماتریس سه درسته میدرده که جمله اولش آی آی هست، جمله دومش آی جی هست، جمله سومش آی پا هست و همین ترتیب. این چیزی که اینجا هست، این جملات صفره. فقط این جملاتش باقی مونده آی آی، جی جی، پا پا که محلقه رو زنیمش چیه؟ یک 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 در مورد اینکه روی ماتریس یک هست. میبینید که این روی ماتریس این زده یه ماتریس واحد اثر گذاشته خودش رو در واقع بزنه. در واقع اصطلاح هم بهش میگن وقتی گرانیان روی بردار در واقع اثر بذاره بدونه که روی اسکالر اثر بذاره بهش میگن تانسور. این تانسور رو توی مثالی تنگیدی شما خواهید بید مثلا تانسور مان خواهید داشت یا تانسور مثلا اپسیلون. اپسیلون که اون ثابت که دیالکتریک در موقع ظاهر میشه که اپسیلون از آن سفر زرزر کام اپسیلونه در سیلی که جهت فضای چیزه میتونه متفاوت باشه و برای اون اپسیلون ها یک تانسور جالا پایین دید که چه جور تانسوری از واقع هست اون تانسور ما یا مومان اینرسل در مثلا فیزیکی یک کرده دید اون هم یک تانسور در واقع نقطه مؤلفه داره که شما توی موارد خاص که مثلا مسئله شما بارون داشته باشه و خیلی رو دیده فقط با یک مؤلفش سر و کار داره. بنابراین اینجا هم در واقع ما بگم این این هست این گرایان. حالا شما اگر از این رابطه که من نوشتم برای من اثبات این استفاده بکنید که گرادیان بردار پارکینگ هست این بیر در جلی داتش بکنید جلی چی هست؟ این هست مثلا جلی ایکس آر جلی وای جلی جلی زد کار این بیر داتش بکنید در آی آر جلی جلی کار کار خب این در این داتش بشه خب این آینه در این آیه اینجا هست داتش میشه میشه یک یه آیش باقی مونه میشه J, X, I I dot I میشه I dot J میشه صفر I dot J میشه صفر بنابراین فقط اولین جمله چیه J, X, I دومین جمله که J, Y هست در این dot بشه اولین صفر میشه J, dot J میشه یه J, Y, J و بعدش هم J, Z کابل هست بنابراین میبینیم که همون چی هست از این رابطه ای که باز ما توی الکترونی رو زدن استفاده کنیم که جه این نقطه گرامتی های بردار آر خب بعد یه رابطه دیگه برای آر بمیشن میتونه تو انتها لاپلاسی بردار آر اینجا لاپلاسی رو یه استفاده رو میشه لاپلاسی بردار آر یعنی لاپلاسی مؤلفه ایکسش، وایش و زدش چند میشه؟ صفر دیگه صفر دیگه صفر 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 یعنی بردار صفر چون اینجای بردار مؤلفه اولش لاپلاسی چی بود؟ به روند x2 روند به روند x2 بود روند به روند y2 بود روند به روند z2 بود بودان قرار هست x5 y j z5 این روند x روند به روند x2 یه بار که میشه یه بار که اثر میذاره میشه صفر دیگه و من این بودن و این لاپلاسی بردار آر صفر J نقطه گرانیان بردار آر میشه J همین بردار اول میشه کرد آر صفر دیورجنس آر صفر این چیزایی هستش که ما استفاده خواهیم کرد توی این الکترون بپردیم
این یه تکنیکه بعد از اساسی که خودشون خسته شدن دیگه هر موقع خسته شدی بگید که خسته بعد میدونن که ولی این موقع این کارو نکنید شما من حالم گرفته میشه کارو را که بدون یه دو دقیقه من خسته شدم بابا دو دقیقه سن یکی Thank you.
که مورد ساحل هم ندارم میشه به راحتی بدون ترسکر با این عبارت به سختی که در واقع وجود داره میتونه روابط رو ولی عملی رو در واقع انجام بده. مثلا فرض بکنید که شما تابعه فیلمون فقط تابعه از آر باشه یا تابعه فیلمتون فقط تابعه از آر باشه. آر یعنی اندازه بردار آر. اگر این طور باشه اون وقت میبینید که مثلا گرادیون گرادیون که در واقع شما میگیرید میتونید گرادیون اندازه بردار آر تقسیم بر آر یعنی آر هند ضرب به بی به دی آر هم بیشتر نسبت به آر گرفته میشه دیگه روح دو روح میسه که شما درونده تفاوتی و این نداره فقط تابعیت اندازه آر هستش. اندازه آر رو میبینید بردار مکان یعنی ایکس و باید دلش می نمی کنید فقط مشتقی نسبت آر اندازه در بود گرانه این که این رابطه خیلی ساده یه همونی برای گرانه مفصل مثلا فرادی مشکل در از مفصل دکانتی هم آن این رابطه رو که همواره درست برد یا این که که با این فی یا این فی در این مثلا یک جهت خاص از یک راستگاه مشخص هستن مثلا پس اون آ نقطه آ بردار آ ولی تصویر میشه در یک راستای خاص مثل بردار A در بردار A یا اندازه بردار A درد میشه به بردار واقع A درد میشه این A هست ثابت A یک بردار ثابت در بردار این اطلافی اطلافی در واقع تابعی فقط از این کمیت در واقع هست باید آقایت اون مسئله رو میبینید با این مثلا کمیت ها یا توابعی که اینجا داری میگنید دامه های اسکالایی بزرگاری که اینجا داری اینطوری در واقع مواجه هست. در این مورد باید میبینید که گرامیون رو شما میتونید اپراتور همیشه دیگر جانس و کرد رو نمیدونم گرادیون دیگه نمان میشن این اپراتور در اون وارد میشه دیگه بنابراین این اپراتور در واقع این صورت معادل باید هستش که این نمیسن بی به یه ای نقطه آر نمیسن این دوری در واقع یعنی که بردار گرادیون معادل هستش رو نمیسن بردار ای نزد بی به یه این آرگومان یا این شناسه که در واقع اینجا وارد شده اسپورت این هم خیلی ساده و افتدا آسان در بوده یا اونوری مثلا اون باله به دفعید خیلی ساده بودنش من کاری نکردم روش بازه من این کاری نیشان که خورده بازه در بوده نباشه بذارید من این رو نشونش بدم چه باره تو این هست من بکنید که گرادیان مثلا اسکاله رو کی برم که این خودش تابعی از این نقطه آر در واقع باشه این گرادیان فی چی بود؟ روند فی به روند دیست آی روند فی به روند وای جه و روند فی به روند زر آر در حال کنید این بود دیگه تو مختصر دو جان دکار حالا روند چون فی تابعی از ای نقطه دی آر هست من میتونم بنویسم روند یا چون فقط تابعی از این هست من میتونم روند حالا روند هم میتونم اسمت دی کانسپت کامل بنویسم چون فقط تابعی از این هست روند به روند ای نقطه آر بنویسم روند ای نقطه آر به روند ایس در نقطه آر و مشابهش برای وای و جه بسازم این فی چون فقط قابلی از این هست قابلیت خوبی نداره این رونج چون تبدیل مشتق کامل نکنه من مرد این میتونم بنویسم یه فی به یه نقطه آ بعد این جمعه را بکنید رون ای چی هست؟ ای هست ای نقطه آ هست ای ایکس ایکس به اضافه ای وای وای به اضافه ای زد زد جمعه این جمعه هست این هستش ای
ایکس ایکس پی وای وای پی زد زد. خب بخواهم مشکل که اینو نسبت به ایکس بگیریم. این ای ایس و ایس و ایس و ایس ثابت گردار ثابت میشه روند ایس به روند ایس یک ایس این هم که روند روند ایس به روند ایس ثابت این هم که روند نداره سرش بده پس بنابراین جمعه این مشتقه چی هست؟ جمعه ایس این رو دیگه بایدش بکنم یه آی داره یه آی و مشابه داشت ببینید رون دفیل رو بگه ای داد آر به دنیه تکرار میشه تا دنیه تکرار میشه مثل یک سامه چیزی که باقی مونه هم ای آی ای پای توی ای و ای ای کاف هست یعنی تو بردار ای در بی فی به بی ای بوده آر از گرادیان فی شد ای دی به دی ای نقطه بار فی این گرادیان این هستی که اکثر گرادیان باشد برای هر چیزی که اینجا بذارید هر کمیت که بذارید این شکل در بوده هم در خواهد شد پس میبینید که گاهی اوقات این خوبه که از این استفاده رو کنید گرادیان میشه خورده به ثابته در دی به مثلا همین سه نقطه های اینجا توی الکترون مغناطیس باز نه اینکه ما همیشه مثلا میدان الکتریکی رو میخوام در یه محل خاصی مثلا به دست بیاریم یه دست به مختصات بگیریم اینجا مثلا بار داریم این بار رو معمولا فرمان های این بار رو با آرپیو مثلا میشون میگیرد و روی تمام این چیزهایی که اینجا هست ما هم نگاه رو میگه و میدان مثلا در یک نقطه مثل آر حساب بکنیم در نقطه پی که هستش حسابش بکنیم من اونم فاصله بین این دوتا رو مینویسیم مثلا میتونیم کیو 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 پاسیم من آر من مثلا آرپیو که اون فاصله در واقع هست عموم سه در کار من باید آفرین اینطوری می‌رسید که برای این رو نمی‌رسید برای پتانسیل من نمی‌شید بنابراین با یک بردار سر رو کار داریم که بردار آر هم که هستش کار من باید آفرین که بردار آر رو تو خیلی از من واقع اینطوری در واقع میدانه الکتریکی و پتانسیل اینا همه این رو می‌رسیم پس بنابراین باید مرداره سرکار داریم و ما چون مثلا پتانسیل رو می‌رسیم چون گرادیان از پتانسیل رو می‌رسیم چون میدان الکتریکی به دست بریم گرادیان از چی می‌گیریم؟ گرادیان آر رو می‌گیریم میدان الکتریکی رو حساب کردیم چون گرادیان این آر رو در واقع حسابش بکنیم اگر همچین چیزی داشته باشیم از گرادیان گرادیان آر اون وقت این درست معادل هستش با مثلا دن های گرادیان پریم این نسبت به آر این نسبت به آر پریم در واقع هستش این حالا به شرطی که شما مثلا بخواید بردار مکان تونه از آر به آر پریم در واقع تبدیل کنید که حالا اینا رو در واقع فاین یا اینکه بخواید نسبت به اصطلاح خود آر مشتق بگیرید اون وقت میبینید که گرادیان رو میتونید مشتق بشه نسبت به آر خود این دوردار آر در واقع به دست برسه به دیگه آر باشه آر رو در واقع نسبت به خود همین آر مشتق میبیاد یعنی به جوی که بمیسه رون به رون که مثلا ایکس که ایکس معلف های این آر هست رون به این رون که مثلا ایکس بزرگ که ایکس بزرگ هست ایکس کوچیک به نهای ایکس بریم این رو میتونه میتونه بگیره که رون به رون که ایکس روند به روند وای و معلف هایش دیگه آره در جهت ایکس بزرگ و ایکس به صدا وای بزرگ رو تیده بنابراین این چیزه که در واقع هم اینا رو میتونید که میشه وارد کنید
یعنی به جایی مشترکه نسبت به ایکس و باروز دیده کچی اگر مثلا منجرتون رو نسبت به آرفرین گرفته باشید اون وقت میتونه به این صورت بگیسید اگر منجرتون نسبت به آر گرفته باشید میتونه مشترک و نسبت به فرین اینطوری در باره حساب کنه اگر جایی بزر عربت فوتونیم مشترکاتش در باره باید عربت منفی دلوشه باید شد یاد که این روشن هست فقط یک کاره نیازی هست که شما باید به تحویل باید برپورت کنید کرد و کامیدید این سری انتگرال ها اون چیزایی دیگه وجود داره که من بذارم قضیه گیری رو قضیه گیری رو یک و دو رو بذارم در جلسه بعد چون این دوستان شما مخواده این کلاس های که مدیر رو مشخص بکنن و چجوری باشون که 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 چج